بشم عشان عصای نسلی اختورات سوالان و مشه مراشان غیلت یعقوب. اگر شخصی در صبح دیر اومد کنیسا به خاطر اینکه بتونه تفیلاش و تفیلای جماعت بخونه، تفیلای جماعتی بخونه. تفیلای جماعتی یعنی چه؟ یعنی اینکه من یا قد یا لخش ما، تفیلای لخش ما با لخش جماعت بخونم، یا تفیلای لخش ما با خزارای جماعت، یعنی با خزارای شالی اخسیبور شروع کنم. تو این دو حالت تفیلای من حساب میشه تفیلای جماعت. ولی اینکه شخصی میگه من خب نقدی شاخا که جواب میدم تفیلام جماعتیه، همچین چیزی اشتباهه. تفیلاش جماعتی حساب نمیشه. خب اگر کسی دیر اومد تو کنیسا به چه صورت میتونه رفتار کنه؟ میتونه بیاد و باروخ شامه را بعد از اینکه تفیلین بس میتونه قدش لیا نخونه اگر میبینه دیره، باروخ شامر بخونه، عشره یوشوه بخونه، هللویا سوم پنجم و بعد یشتبخا بخونه و از اونجا به بعد یوترا کامل بخونه. ولی اگر بازم خیلی دیر بود میتونه بیاد باروخ شامه را بخونه، عشره یوشوه را بخونه و فوراً بره سر یشتبخ، یعنی هللویاها و ایوارخ داوید و آزیاشی را میتونه نخونه، فاصله بندازه و بعداً بعد از تفیلا میتونه بخونه و یوتسه را باید حتما کامل بخونه. حالا اگر بازم یه شخصی خیلی دیر اومد، یعنی به حدی که میدونه در مورد خودش اگر من الان شروع کنم به خوندن باروخ شامر اشتروش و ایشتبخ نمیرسم تفیلای لخش ما با جماعت بخونم، میتونه بیاد و موقتی، نه به صورت همیشگی، استثناء از قسمت یوتر شروع به خوندن کنه، یعنی حتی باروخ شامه رو اشیوشته و اشتبخ هم نخونه، از قسمت یوتر شروع به خوندن بکنه که به تفیلای جماعتی برسه و بعد از تفیلا دیگه مجاز به خوندن باروخ شامه و اشتبخ با براخا نیست، یعنی این دوتا براخا رو از دست میده و مجاز و اگر خواست بیاد دوباره بخونه باروخ شامر ایشتبخ رو نخونه یا بلیشم و مرخود بدونه اینکه اسم هشم الوکین و ملخا اولاما بیاره، مجاز به خوندنه. و یه مورد خیلی مهم این که اگر میخواد خلاصه کنه، مجاز نیست که از باروخ شامر فوراً بره ایشتبخ، چون این دوتا براخا براخای اول و آخر هم باید حتما یه متنی وسطش خونده بشه. بنابراین در حالت‌های اضطراری همونجور گفتیم یا عشره یوشوه بخونه یا حداقل هللویاهای پنجم رو بخونه و بعد بره ایشتبخ. ولی این که باروخ شامر بخونه بعد بره ایشتبخ، این کار مجاز نیست. بخوابونیم.